میتونم شکسته دنبال کارت مرخصی من همین که کارت مرخصی کیت کیون نامرمی داره سیجاد دیمان ادالت عزیز شهر آخو نیوادی اون همه دلاری که از اون طرف آوردی کجا آتی سدی که حالا ما باید جورت رو بکشیم خواهی تو بسط من نیست بچه درچی هم که بود رفت پای با ما رو شرط بندی بیام بیرون جبران میکنم از خجالت همه تون در میام خریت کردم درست اما عمدی نبود نباشی بی تو صفا نداره عاشق تو بودن که گناه نداره اگه نباشی بی تو صفا نداره عاشق تو بودن که گناه نداره عاشقا قدر امشب و میدونن همه بیدارن کسی خواب نداره همه بیدارن کسی خواب نداره تنها نشستن نمیشه تو خونه موندن نمیشه بیرون نیایی از خونه قرض دلت با نمیشه تنهایی خوندن نداره تو خونه موندن نداره تنهام نزاری امشب این دل سوزوندن نداره تنهام نزاری امشب این دل سوزوندن نداره مرسی قربون دستای قشنگتون برم من مرسی آقایون خانم آقازار محترم عشاق دیروز امروز دیگه داریم به ته مجلس میرسیم دست همگی درد نکنه دم همه تون گرم که همگی تلاش کردیم دست و دست همدیگه دادیم تا وصلت این دو پروانه عاشق آقا داماد شاخ شمشاد و عروس خانم یکی و بی همتا به سرانجام برسه اما این آخر مجلس نیست یه سورپریز کوچیک براتون دارم کوچکترین عضو گروه هنری ما آقا پیام گل که پیام آور پاکی و مظلومیته میخواد براتون هنر نمایی کنه به افتخار آقا پیام گل دستا شله آقا پیام دلارا پیام چه وقت خواهد پشون بزن همون جامعه صدا یه برای بخواهد مامون بزن بخواهد مامون بزن به افتخار آقا پیام گل قربون اون دستای خوشگلتون برم من فیتیله وقتی میسیزه ارزش داره و ثروت وقتی خرج میشه ثروت مثل بارونه و بارون باید به خشکی بماره ابری که به دریا میباره ببخشینا فقط خودش رو سواج میکنه تقاضای ما از شما بزرگه و کرم شما بزرگتر این آقا پیام کوچولوی ما رو دست خالی برنگرد یه گره تو زندگی خانوادگی این بچه افتاده که قرار انشالله با سرانگشت لطف متعالی شما اهل کرم باز بشه اون دست خالی اومده بگم بگو این مجلس رو چقدر شده هیچی نمیگه که خودشو میزنه به کوچه علی چپ میگم بابا جان بگو تو بانک چقدر داریم چقدر مونده این گدا بازی تموم شه حرف نمیزنه هیچی به هیچی بابا بی خیال بابا باز دعوا تو داره باز جمع دادن پیاده کنم اصلی ندارم چرا پیاده کنم اصلی ندارم زن داشتی خب میخواد بدونه چقدر جمع شده آقا جمع پس انداز خود من هیچی به درک بابا عمم حج عمرشو نرفت ریخ به حساب این آقا بابا راست میگی دیگه سیا بابا بذاری مرزوار زندون آزاد شه هر کی هر چقدر داده پس میگیره راست میگه اینم راست میگه آزاد شه ان شاءالله درست میشه هر کی هر چقدر داده میرزه به حساب شخصی آقا به هیچ کس هم آمار نمیده به کی آمار بدم به تو علی به من به همه به آقا جمال جمالو وارد این قضیه نکن همین که از حقوق خودش واسه جور شدن دیگه گذشته شرمندگیش ما رو بس من نوکرتم به هر کی عشقی داشتیم از این حرفا نداشتیم داداش
تو هم صبح تا شب بشین گاوازی مصیبت رو نگاه کن و فرت فرت سیگار بکش. تناب دار دور گردن پسرم، حالیت نیست؟ رضایت داده بودی به فروش خونه، پول دیه جور شده بود و هممونم از این واویلا خلاص. تنها دار و نداره ما، فقط همین چهار دیواری زر. برزو برامون پسر با آبروی نبود، اما خرج زندگی ما و خرج تحصیل و دانشگاه سیامک و ماه به ما از ژاپن میفرستاد یا نه؟ یادتون رفته؟ سیامک مادر، امروز با بابای پسر خدا بیامرز صحبت کرد، گفت یه کسای اونا رو دارن آنتریک میکنن که رضایت ندارن. چرا انقدر حرفای صد تا یه قاز میزنی زن؟ نگفت زیر فشارم، نگفت. اکه هی، فشار چی؟ فشار کی؟ بابا خفمون کردی با دود سیگاره. گفت دخترم رضایت نمیده، نمیذاره. درست میشه، اینا بی خود میگن، به حرفیش که گوش نکن. تو فقط پول جمع کن بذار، بابا قول داده. حالا من نه توی قصه نه تو آرزو نه خوابم، این یه اتفاق ساده است، چرا دنبال جوابم؟ آخ که چه ساده گم شدم تو غربت چشای تو، سکوت شیشه دلم شکسته با صدای تو. مرسی، مرسی، به افتخار سیامک دلارا، پنج طلایی مجلسمون. خداتون بشم من، اون دست قشنگه رو نگه داریم برای شاه بیت مجلسمون جناب آقای مشایخ، به افتخارشون. جونم آها، آها، آها. تشکر میکنم، سپاسگزارم. امشب برای من شب خیلی خوبیه. من این حال خوبم و سلامتی جسمم و اون هم بعد از این عمل جراحی سخت قلبی مدیون مراقبت‌های شبانه روزی پرستار نازنینم سرکار خانم مهسا کلنگبین هستم. و شما میدونید کیه این مهسا خانم؟ کجاست؟ الان چی کار داره میکنه؟ اگه گفتین ایشونه، به افتخارشون. سرکار خانم مهسا، به افتخارشون. ممنون. اما همونطور که همه تون میدونید امشب تولد جناب مشایخه، پس به افتخار ایشون. تشکر میکنم. اما اجازه بدین قبل از بریدن کیک از مهمونای ارجمندی تقاضای کوچولو بکنم. پیام جون، روی قلمو. ماشاءالله. پدر این بچه مدتیه که گوشه زندون به برای رهایی از اون چهار دیواری پشیمونی نیازمند دست یاری. دوست شما آقا جمال خیلی خوب میکنه و حرف میزنه. شما مهمونای عزیز و با شما اغلب ساکتی. خلاصه که ولی خب آدمو با ساز جادو میکنی. جای دوری نمیره. از هر پیانو درس بگیرید. یکی بکاری سخت برداشت کنه. گاهی وقتی که به پول فوری و فوتی احتیاج داشته باشم. چطور؟ ما داریم سعی می‌کنیم که نجاتش. آخه منم می‌زدم. راه کمکش هم یه مدت کار نکردم. دنبال یه معلم خوب بگردم. شرکت تو این کار خیر باعث میشید که این مرد زندانی و در بند داغوش همسرش که همینجا کنار ماش برگردن. یه هرچی که همه. بفرمایید. پرسیدن حاتم تایی چجوری حاتم تایی شد؟ ممنون. گفت خیلی ساده. ما داریم برای نجات برادرم پول جمع میکنیم. میفهمم. نگین تو رو قرآن آقا، به خدا ما آبرومون رو دادیم، به خدا من هرچی داشتم و نداشتم فروختم، به خدا پولتون جوره آقا. باید دخترم راضی بده. من گوشه ببینم. گوش بده خانوم. آقا من نفیسم، خواهر مقتول که برزوی بیشرف به جنازشم بی احترامی کرد. من فردا اول وقت با پدر مادر پیش قاضیم و تقاضای قضا. خانم شما رو به روحه. اسم برادر منو نیار. تو رو خدا، شما رو به خدا قسم میدم یه دقیقه گوش بدی. نه تو گوش بده، این بازی تموم شدنی نیست. شوهر داداش تازه داماد منو کشته. قضایت از اون برزوی کثافت قاتل. دخترشون چرا داد نزنید؟ بده من باشون صحبت. برو کنار بابا جان، برو
کنار. اینا حرف حالیشون نیست. فقط من باید باشون حرف بزنم. سلام علیکم نفیسه خانم. من جمالم. آقا جون تشریف دارن؟ تشریف ندارن. تو هم هر کی میخوای باش. شماها بابامو گول زدین، قول گرفتین ازش. ولی از حالا بابام هیچ کار است. میفهمین؟ با من طرفین. ما فقط قصاص قاتلو میخوایم. اون کثافت باید کیفر ببینه. بده من با دختره. گوشی بده من خانم. این دختر من ناراحته. شما فردا پولتون رو آماده کنین. خودم در خدمتتونم. داداشمو کشتن. یه سال ما رو عزادار کردن. تو میخوای رضایت بدی؟ خون برادر من رو معامله نکن. آروم باش دختر. به خدا خودم و خودتو مامان آتیش میزنم. حالا ببین. عمو جون بیدار شدی قربونت برم من. سبید خانم شما خودتون ناراحت نکنید، درستش میکنم. چی درستش میکنی؟ می نشدی گفتم اومه. گفت که گفت واسه خودش گفت. همین که من میگم حرف منو گوش کن. فردا میریم بانک پولو میگیریم میدیم بهشون. آقا برزه دو سه روز دیگه اینجاست، نگران نباشید، خودم درستش میکنم. مگه نه عمو جون بابایی میاد اینجا؟ سلام. جا پارک پیدا کردی؟ به سختی. من چک رمزدار بهتون بدم ببریم بهتره که. نه آقا جون فقط پول، نه چک نه چک پول. مشکلی نیست، دو نفری. باشه. دختر دیشب بهت زنگ زد داره. نه بذارش تو کیسه. میخواست خانه بذار واسه درس پیانو. تو کجا خبردار شدی؟ مشایخ خامار داد. که چی؟ خواست خیالش از طرف تو راحت بشه که یه وقت قاب دختره رو ندزدیده باشی. اونم درست موقعی که داره طرف رو راضی میکنه که زنش بشه. چه با بزرگشه؟ نفرمایید آقا نفرمایید. عشق پیر و جوان نمیشناسه. دختره پرستاره. مشایخ که سکته کرد صبح تا شب دمپر دلش بود. عجله کن اینو بذار تو. چند دهنه فروشگاه و باغ و ویلا و خونش هم که دیدی چه هیولایی. میراث‌خوارم که نداره. پول آقا سیاه پول. بجام دیرم شده. چیه چته؟ چرا مثل تو انقدر هولی؟ بده بابا چه نه. خیلی خوب. آجون تموم شو. بله. دست درد نکن. آقا آقا کلیدتون. اه؟ قربون حواس جمعه. آقا آقا تو رو خدا آقا. بعضش خوبه کلی پول داره. ندارم. بابا نمیشه. آقا دست شما درد نکنه. کجا افتاده بود؟ همین بغل اینا. به پر بالا میگیریمشون. بچو بهتر نکن. بدو دم بلش. بچو بدو. الو الو سمیده خانم. الو الو پول دیگه رو گرفتی؟ من بهتون زنگ میزنم. یعنی چی زنگ میزنم؟ زنگ میزنم زنگ میزنم. الو صدوده. دروغه. نه من خودم ختمم. دروغه. کارکار دشمنم. پول دیارم همونا دزدیدم. زنم داشتم رفقام همگی دستشون توی کاسه است. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو نامه شماره 114-86 و حکم شماره 85 مورخه 14-10-87
صادره از شعبه 71 کیفری استان و ابرام حکم به شماره 33-549-10-888 شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم الی آقای برزو دلارا فرزند انوشیروان به اتهام قتل عمد تاها ملکان فرزند عباس به اعدام محکوم گردیده است. لذا حکم صادره در سحرگاه روز دوشنبه مورخه 11-8-88 در حضور نماینده دادستان و نماینده پزشکی قانونی و اولیاء دم مقتول به اجرا در می آید. و سلام. خانم اگه بتونید کاری کنید که دو سه روز به هم مرخصی بدن، من میتونم همه چیزو بهتون ثابت کنم. میبخشید خانم، لباساش اینم حکم جلب سیار سیامک دلاراست. از الان تا دو ماه هر جا دیدینش مأمور خبر کنین دستگیرش میکنن. آقای عزیز اون خواهر ما رو بدبخت کرده، بیچارهش کرده. باز حکم تیرش رو میگرفتی، گرفتی؟ قطع که نکرده دوست عزیز. حکم تیر برای چی؟ اگر دوزیش ثابت بشه اونم دست بالاش بیشتر از دو سال بهش حکم نمیدن. گیرم 74 ضربه شلاقم بشه. مرد حسابی اون یه زن جوون رو بیوه کرده، اون وقت دو سال حبس و 74 تام شلاق. همین اون مرحوم مرتکب قتل شده بود، خانواده مقتول رضایت ندادن، متاسفانه اعدام شد. گم شدن پولا که ربطی به اعدام شوهر خواهر شما نداره. چیو نداره؟ پس اون همه پولو کی داره کرده؟ راست میگه. ببین آقا جماعت، اگه این رفیقتو میبینی ها، اقول من بهش بگو نعمت گفت طول سگه هیچی ندار. تو اسم ناموس ما رو انداختی دهن همه مردم. اگه دستم بهت برسه ها، مثل سگ نفستو میگیرم. گفته باشه نعمت قربون شکل ماهت برم من. آخه با مرام کی میاد خودش از خودش بدزده؟ ریلکس باش. بله میکنی حرفا چی آقا جماعت؟ خودش از خودش بدزده یعنی چی مرد حسابی؟ اون پول مال خواهر ما. خیلی خوب مرد ما، من پول خونه شوهر. راضی خواهم آقا سیامک اومد. خوش اومد عزت اونم داداش آتش آقا جون سیامک کشونه. برم کن آقا جون نعمت بیا پایین زشت آقا. برم کن آقا جما بابا زشت برم کن آقا. ماما چی کار کردید بچه؟ ماما بگه ماما بگه ماما بگه او بابا مرد، هرچیم رفیدم بایده نداشت. بیبه شدم سیامه، میبه شدم بچم، میبه در شد. حالا اومدی، حالا که داداشو تو کردی زیر خاک، حالا قاتل قاتل من نعمت 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 میبره بخش بیایید برم نعمت
دست من بریدم از جهت کدوم گوری بودی؟ انا چشم رو جمع تو جده؟ معلومه یه هفته از کجا غیبت زده؟ به جون مادرم منو دزدیده بودم خفه بابا کلید دفتر بگیر جمال برزو برو تا نیومدن دیگه الو الو سیامک سیا ببین داشای سپیده اونجا رو نشون کردن ها منم امشب یه جای کار دارم مواظب باش گیرمون دوتا خولی نیفتی قرارمون فردا سر خاکی داشت قربونت برم خداحافظ دستم بد جوری زیر ساتوره بچه از تو چه پنهون مثل سگ سوزن خورده پشیمونم آقایی کن قبل اینکه تناب دارو بندازن گردنم خانده هاش تو بکشی بیرون میدونم از دست من دخوری ولی جبران میکنم ولی جبران میکنم ولی جبران میکنم مشکل و زشت کثیف و چرک تا سیاه به مرگ نوبت به نوبت یک به یک همه میمیریم قانون زندگی عجل همچین که دستی شده عجل کدومه جمال جون همه چی حساب شده بوده انگار یه دست بیش نقشه کشیده بودن آره ایوونی خدا رحمتش کنه شنیدم خودش هم گفته کیا میخوان بکشنش کیاره گفته دشمنام زنم داداشم منو سفیده ما کیف خاپی کردیم که برزو رو بکشتن بدیم آخه کیسه پر پول رو چجوری از دستت در آوردن بچه تو هم برای انداختی تو دردسر طلبم داری سیا سفیده بدبخت مادرت پدرت طفلکی پیام با چه امیدی میرخصید و پول جمع میکرد هر وقت یادش میفتم خونم به جوش میاد و میگم گفت تو معرفتت بیا سیامک خیلی نامردی موتوریا بال در آورده بودند و ما سایه به سایه تحلیلشون میکرد ثانیه 10 دفعه امید ناامیدی تو دلم بالا پایی میشد راننده پژه جوری وانمود میکرد که انگار داره واسه ناموسش وایی بذاره خیالی نیست میرسیم بهشون دوبار موتوریا رو گم کردی نه تر پیداشون میکنی یون پیچی توی جاده فرعی سری از موتور سوارا نبود فکر کنم بیابونه کرج بود زیر یه پل پیداشون کردی داشتم میرخصیم نمیدونستم چی کار کنم برگشت دیدم راننده نیست دزدام غیبشون زده بود فهمیدم همه چی کلک بوده چند روزی نفهمیدم کجا بودم تا اینکه دیروز صبح آوردن انداختنم همون جاده خاکی بیرون شهر فکر کنم بهتره برم اینا رو به پلیسم بگم نه خوشم اومد دروغ میگی از راست قشنگتر خیلی باحالی به جون جمال این ماجرا رو برات گفتم ما رو سیا نکن سیا بابا ما خودمون این کاره ایم آخه دوستی که پولا رو دزدیده دیگه چیکار داره به صاحب پول نگه دار گوه خوردم فکر کردم تو با بقیه فرق داری چیه؟ ترش کردی؟ میخوام برم خونه سپیده حکم جلب سیار برات گرفته منم بهش قول دادم که پولا رو پیدا کنم پس به تمرک سر جاد گفتم هم اینجا نگه دار ایلو خب بابا فرما برو حالا چرا اینجا؟ نزدیک بانک میخوام برم دنبال موبایلم بگردم آره برو دنبالش منم که خوابم تفنگم هم خالیه شبا چیکار میکنی کره باز؟ به تو ربطی نداره
آی دلارا، آی دلارا، سلام علیکم، خوبی شما؟ ممنون، مرسی. اگه دنبال موبایلتون میگردید، باید خدمتتون عرض کنم که همون روز یه بنده خدا پیداش کرد، آورد داد به ما. دستش درد نکنه. راستش مامورا اومدن برای تحقیقات. خب ما هم حقیقت رو گفتیم. درباره چی؟ بیام بیرون، اول قدم با سوستو هستیم بوله بزنم. دیگه وقتش قاطی خروسا بشی بچه. ببین خوشت میاد ورده ببر، مال مرده است، مال بی صاحبه. نابرادرم ارث میبره از برادر مردش. آقا جون گریه نکن، به خدا من تو این وضعیه. نفت تو به من نگو آقا جون. خورد و بیابروم کردی، بی شرف بی مرام. کدوم گوری بودی وقتی جنازه برادرتو شستن، کفن میکردن تو گور میذاشتن؟ کجا بودی وقتی صدا میکردن برادرش بیاد؟ نعمت، عزت، جمال فابریک، بالا سر جنازه برزو. اون وقت تو دنبال پول دزدی. آقا جون به خدا من دزدیده بودن، دارم راستشو میگم. به قرآن، قرآن بزنه به اون کمرت که کمرمو شکوندی. میگی قرآن؟ اینم قرآن، دست بذار روش، اصلا بخور تا باور کن. تو چه ساده ای زد، قرتی و قرآن. این قاتل برادر. باشه من قاتل برادر، شما اگه پدر بودی همون روز که پولا رو دزدیدم بنگار خبر میکردی برای فروش این خراب شده و پول دیگر رو جور میکردی. چرا نکردی؟ به فروش خونم راضی شد. شبش هم رفتیم سراغ پدره، قبول کرد. اما نمیدونم چرا شب قبل از قصاص چه حکمتی بود که یهو حرفش عوض کرد و گفت هرچی دخترم بگه. دخترم گفت قصاص. حرفشو عوض کرد؟ چرا؟ چه فایده از گفتن این حرفا برای این شریک دزد و رفیق غافله؟ پسرم که دیگه زنده نمیشه. شما هیچ نگو، میخوام ببینم این نابرادر چی میخواد بگه. بابات میگه اونا تو رو گول زد، پولا رو دزدیدن، بعدم باهات تقسیم کردن. سیامک قسم بخور که تو با این پدرسوخته‌های نامرد دستت توی کاسه نیست مادر. با کیا؟ دشمنای بچه بهم تلفن میکنن، عذابم میدن. میگن میخوان قبر بچه‌مو خراب کنن. بابات میشناس نمیگه، میترسه. تو که نمیدونی به مرده بچه من فوش میده، به من، به شیری که ازم خورده. بعدم میگم بالاخره بعد 10 سال انتقاممونو گرفتی. سیامک 10 سال پیش کی بود تو فرودگاه؟ به داداشت با چاقو حمله کرد. اون موقع من سر عمل آپاندیسم تو بیمارستان بودم. برزو که اومد ملاقاتم گفت یه سوء تفاهم بود. کدوم سوء تفاهم؟ یارو همونه، خودشه. کیه این وقت شب؟ گفتم کیه؟ نعمتم، آقا دلارا در رو بکنی، دقیقا کارت دارم بابا. بجوم از بالا پشت اون فلنگو ببند تا دیر نشده. ده بجوم دیگه. سیامک چشات بد جوری گود افتاد. جایی داری بری بچه؟ کجاست این نامرده بیمرفه؟ من چه میدونم کجاست این وقت شب؟ یکی الان به من تلفون زد، گفت این اومده این خونه، کجا قایمش کرد؟ برو برو وای دست تو، برو وای دست تو، برو.
فشارتون یکم بالاست. هرچی میگم پرهیز کنین که گوش نمیدین. دردم از یار است و درمان نیست هم. جان فدای او، دل فدای او شد و جان نیست هم. آفرین آفرین. داروهای آقا رو بده، من الان میام. الو الو، سلام خانم، منم سیامک دلارا، به جا وردین؟ به به، چطوری آقای دلارا؟ حلال زاده این، الان به فکرتون بودم. آقا چی شد این کلاس موسیقی؟ ما که شهریش هم یه جا پرداخت کردیم. شهرمندم بالا، به موقعش براتون توضیح میدم، اما الان به کمکتون احتیاج دارم. چی شد آقای دلارا؟ داستانش طولانیه، الان دو نفر دنبال من، موبایل دوستم آقا جمالم خاموشه، احتیاج به یه جای خواب دارم، مسافرخونه هتلم نمیتونه برم چون کارت شناسایی همراه. پیرمرده چی؟ نفهمیده که. آقا مشایخ جای خود، تو فکر کن منم جای خواهر بزرگترش، دوست ندارم بهش پیله کنی. سیریش غیرت، من اول اون پیله کردم یا اون به من؟ ببخشید، دیشب من بودم که به خانم گلنگر بین زنگ زدم. آره من از دست داشای سفیده فرار کردم، تو هم که معلوم نبود کدوم گوری بودی. نمیدونم این از جون من چی میخوان، شدن کاسه داختر از آش. به، برای عزت و نعمت حکم هوا رو داره ناموس. تو زدی آبجیشون رو بیوه کردی. یا میدونی بیوه یعنی چی؟ بیوه یعنی میوه. من که همه چی رو برات گفتم. نه گلم، قربونت برم، من تو همه چی رو به من نگفتی عشق من. چیزی رو مگه نگفته باشم اینه که ممکنه یه ردی از دوزا پیدا کرده باشم. عجب، جون سیا بذار من یه دقیقه اینو رو سرت امتحان کنم. ای جونم، ای تو جنیفر من، عاشقتم. یه دقیقه گوش کن ببین من چی میگم. بگو 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 جونم. 10 سال پیش وقت اومدن ورزو از ژاپن، یکی تو فرودگاه با چاقو بهش حمله میکنه، فیلمش باید پیش سپیده باشه. مادرم یادم انداخت. مادرت خیلی زن خوبیه که همه چی رو بهت میگه. بهتر تو هم بری همه چی رو بهشون بگی که لااقل دکن یه خورده دلش آروم شه. چیو؟ خودتو به کوچه فقرا نزن سیا، قرار شد با من رو راست باشی. مگه تو نگفتی که میخوای بری پیش پلیس و همه چی رو بهشون بگی؟ چرا نرفتی؟ ها؟ مشکوکم. آخه من میگم چرا، تو نمیخواد بگی. وقتی رفتی بانکو برگشتی یه آدم دیگه بودی سیا. قضیه چیه؟ بابا دزدا دارن آبروی منو میبرن. پولای دزدی ریختن تو حسابم. شوخی نکن سیا. نزدیک مبلغیه که شما از ما گرفتین، حتی یکم بیشتر، از یه بانک توی تهرانه، ولی متاسفانه اسم واریز کننده ثبت نشده. ببخشید، به من ربطی نداره، ولی میگم شاید سارق پشیمون شده پولو برگردونده به حسابتون. ببخشید، شماره حساب آقا از کجا پیدا کردن؟ خیلی ساده است، کافیه توی که از شما آشنا داشته باشی، اسمو میدی شماره رو برات در میاره.
باید برم حقیقت رو بگم جماعه. به کی؟ پدرم، مادرم، سپیده. بی خیال بابا، هیچکی حرفتو باور نمیکنه. تو چی؟ خب من فکر میکنم با دوست جماعت سر و کار نداشتیم، بلکه برعکس آدم های باحال و با شرفی هم بودن. آخه کدوم آدم احمقی پیدا میشه که اون همه پولو که با اون بدبختی به دست آورده برگردونه به صاحبش؟ من که سر در نمیارم والا. تو هم بهتر بری سراغ زندگی. اونایی که تونستن یه همچین کاریو بکنن کارهای بدتر از اینم میکنن ها. حالا خود داری. خیلی عاش من کی بوده که ایده برای کشتنش چشستن نقشه کشیدن؟ میشه یه قرار با سپیده بذاری؟ یه زنگ، یه سی دی پیششه که من باید اونو ببینم. باشه، اونم به چشم. راستی تو خونه مهسا عکس یه جوان خوش قیافه رو دیدم که یه روبان مشکی هم بهش بود. قضیه چیه؟ خدا رحمتش کنه، داداششه، سید کریم گلنگبین. باز چی مرده؟ من چه میدونم؟ من تو زندگی آدم ها فقط میدونم که غم مرگ برادر را. انگار نه انگار بعد از 7 سال اومده مملکتش. هرچی اونجا در آورد اینجا ریخت پای قمار رو دود. خودت خواستی؟ آره، پشیمونم نیستی. خوش اومدی، بفرما. این آره؟ آره خودش. اسمی ردی ازش داری؟ دنبال چی میگردی؟ دارم قیافه این ژاپن اومده ها رو سیر میکنم. خیلی باحال. ژاپن اون عمو جوان دارم خریده. یکشون یه عروس ژاپنی هم آورده. اینا خوشگله ها. داداش بگم در رو برو. تنها؟ دو نفریه. یعنی پلیس باشون نیست؟ تو خبرشون کردی؟ اینا که قرار بود با پلیس بیان. مگه پلیس هم قراره بیاد؟ برو دیگه. واقعا که بیشوری سپیده. در چرا قفله؟ کلیدا؟ کلیدا کو پیام مادر اینجا بود. من چی میدونم، دست خودت بود. همون همون شیشه ها میشت بود. مثل همون موقعی که مامان با دعوا میکرد. خفه خون بگی بچه. برو کنار. اینجا سره شما چه مهمونا من چرا تنها اومدین؟ کجا؟ میرم دنبالشون یه بلای سرش نگیرم. شما بفرمایید بشینید، من کارتون دارم. بگی بشین، من کارت دارم. نگران نباش داداشا، زرنگتر از این حرفان که بخوام به سرنوشت برز دوچار بشن. بی غیرت نه اینجلو، بی اینجلو خدا فرد بکنم پایین، خونم یافتی گردنشونو بنداز، از تک کمتری اگر اندازی بنداز. من مرگ پیام من کاری نکردم. بابا سپیده اگه خواهر شما زنده هاش منم هست. من نمیدونم کی به شما چی گفته، ولی توی این یه سالی که برزو زندون بود نذاشتم یکی یه نگاه چپ به سپیده بندازه. همه اینا رو من میدونم. آقا تو که به سر خوبی هستی شکلات، چرا وقتی ما رو میبینی میبینی به بازجا گر میری؟ آخه با فرار که معامله جور در نمیاد. در میاد معامله؟ همه چی میخوای؟ پول. پولا رو کجا جاساس کردی؟ تو رستش ما همه چیزو میدونی. نداداش قضیه استفیده و بچه‌شم بمونه سر وقتش. چیزایی که تو داره کردی بذار وسط با هم شریکی، وگرنه همینجا بلای سرت میارم که خودت بدونی. پس این سینه زنی واسه زهرا عاشورا نیست، واسه قیمه بعد از ظهر شهره توف بدون.
وایس ببینم بابش کور کور میجوره آبم بودالو میگی پولا خودشو نه میگی نه به جا کده نرسه بگیره در دره من اون پایین رای فرار نداره زد ده پسر چرا چمچاره گرفتی؟ از اینجا شده که من نیستم داداش یعنی چی؟ یعنی هم من خرق دم پرت اومدم واسه خاطر این بود که فکر میکردم قلنج ناموس گرفته اینم ارساجوش در آبجی مونه چه میدونستم به خاطر پول مرده خوریه من دیگه نیستم ببین پسر این چیه آقا جمال؟ مگه تو همیشه نمیگفتی که برزو نه برای تو شوهر بوده نه برای پیام پدر بوده برزو هم دیر یا زود میکشتنش پس چه بهتر که با پول خونش یه زن جوان و خوشگلی مثل تو و یه بچه سر و سامون بگیره پولی که بخواد جیون برزو رو نجات بده پول نیست بلاست بذارش توی بانک صداش هم در نیار این پول حق توه یعنی چی صداشو در نیار حق توه خب اگه کسی هیچ کس نمیفهمه سفیده خانم مگر اینکه خودت بری بگی آقا جمال مگه پولای ما رو دوز نبرد پس این چیه این پول خونه نمیفهمم یعنی که دوزدا پول دیگه رو برگردوندن به زنش ببین سفیده خانم نه من همه چی رو میدونم نه اونقدری که میدونم میتونم به توضیح بدم یه دقیقه بشین یه دقیقه ببین تو فکر کن پول دیگه رو جور کردی دقیقه آخر طرفت رضایت نداده و زده زیرش حالا این پول مال کیه؟ مال تو و پیام صداشو در نیاریم آبا که از آسیب افتاد خرجش کنیم پیام بیا تو سرما میخوری بچه پس سیامک نگران سیامک نباش از یه جایی که به خدا منم نمیدونم کجاست بهش رسیده اما تو به روش نیاری ها ببین برز دشمن زیاد داشت رفیقم زیاد داره کمکش میکنن تو نگران هیچی نباش به هیچی فکر نکن یادت یه بار برگشتی بهم گفتی دوست داری بعد از برز یه روز زندگی کنی حالا اون روزه زندگی تو بکن کیف کن پول تو خرج کن بچه تو بزرگ کن خونبهای یه شوهر عوضی بهتر از خودشه نیست بچه به شوهرم اینجوری حرف نزن آقا جمال خاطرش مال توه هر جوری دوست داری تو ذهنت بساز پس تو رو خدا بهم بگو این پول از کجا اومده من فقط یه واسطه هم بیشتر نپرس حالا کجا میری؟ میرم دنبال دو باشو تو سیامک این پسر بیگناهه کجایید شما؟ چرا گریه میکنی؟ همینطوری یاد برادر خدا بیامرز افتادم نمیدونم چطوری مرده نه چیزی راجبش میدونم فقط میدونم اگه یه فرشته مثل شما دور و برش میگشت به این زودی ها نمیمرد مادرم میگه محبت حتی مرگم عقب میندازه زندگی خیلی بیرحم‌تر از این حرف هست اگه یه روز تو خیابون از کنار یه گنجشکی رد شدی که نپرید فکر نکن دوست داره بدون اونم آدم حسابت نکرد انگار زندگی با شما هم خیلی خوب تا نکرده آره نگفتی چرا این بلا سرت اومد شما فکر کن وقتی تو اون خیابون از کنار اون گنجشکی رد می شدم این موتوری به هم زده
آدم به کسی که زخمشو بسته دروغ نمیگه. ضرب و زخم من کیفر نفهمی یه عده و این سیدیه که دنبالش بودم. چی هست؟ الو سیامک. سلام جمال، من احسان. اتفاقا میخواستم الان بهت زنگ بزنم. گوشی گوشی. الو جمال. ای ناقلای شیطون، گوشی اون بچه دست تو چی کار میکنه؟ زنگ زد رفتم آوردمش اینجا. من دیگه تحمل این وضعیت رو ندارم. چیزی شده مگه؟ کی این طفلی رو به این روز انداخته؟ ای بابا چی شده مگه؟ تو که انقدر دل نازک نبودی؟ مثل این که یادت رفته اون برادر برزو دلاراست و تو هم خواهر سید کریم الدین گلنگبین. باشه، ولی اینکه گناهی نداره. نامردا زدن دستشو له کردن، فعلا یه مسکن بهش دادن. خوب کاری کردی، بذار یه چند روزی استراحت کنه، شاید دیگه رد این موضوع رو نگیره. فقط باید بفهمیم که کی پولو ریخته به حسابش. سلام مادر. کجا هستی پسر؟ چرا شبا خونه نمیام؟ بیام که لعنت نفرینم کنی؟ هرچی بگم کار من نیست بازم به تیر غیب حوالم بدین؟ خیلی خوب مادر، یه قالی بود تموم شد رفت. ناراحت نشو عزیز. چی رو تموم شد رفت مادر؟ تو فامیل محل آبرو برام نمونده. این حرفو نزن مادر. آخه دفعه اولتونم که نیست، همیشه خدا تو زندگیتون هر گره نامعلومی بوده متهم اول سیامک بوده. این گره ای که میگی تو باید باز کنی مادر. سپیده روش نشد بهت زنگ بزن. اومد پیش من و گفت تو ورقی نداری. گفت بهت بگم اونی که تو فرودگاه حمله کرده بود به برزو، اسمش اسمال چارلیه. داداش نعمتش هم گفته تو مولوی از هر کی بپرسی ردشو داره. چیک بزنی شارگ تو زدم مصمشالی چی کار داری؟ با مرگ برزو قرار بود این ماجرا فیصله پیدا کنه، اما گویا داره تازه شروع میشه. بوی خوبی به مشامم نمیاد جمال. محصا که بچه نی آقا، تازشم ببخشید و جسارته. قول چهار قبضه که به شما نداده. داده؟ نمیخوام دستش بدم. شما که دست به شکارت ملسه آقا، این نشد یکی دیگه فت تو فراوونه تو تهران. از وقتی این آهو دیدم تصمیم گرفتم خلاف کنم. ردیفه، نگران نباش. میخوام برم کو شکار آهود مشه. چی شده دوشیزه یا شفته؟ خونه رو گرفتم جواب نداد. همراهش رو گرفتم یه علو گفت و قطع کرد. الانم هر چی میگیرمش میگه خاموشه. تو که گفتی حالش خیلی خرابه، پس چطوری تونسته پاشو بره؟ تو بیشتر از من نگرانی. چرا؟ خدا کنه اتفاقی واسش نیفته. میگم مهسا تو هم خاطرخواهی چه اوزگلی شدی. الان ببین حرف مفت نزن، من فقط دلم واسش میسوزه. آره اولش همیشه همینجوری شروع میشه. ما از دوستای قدیمی هستیم، جایی داداشم میمونه، زخمیه، خسته است. Only just friend. بگذاریم بابا جون، برم تا دیر نشده ببینم میتونم پیداش کنم یا نه. تا دیر نشده؟ تو داری یه چیزی رو از من پنهان میکنی. تو فقط دلت براش بسوزه. مهسا بله لطفاً اون قرص منو بیار. چشم.
خبر آوردن داداش برزو دلارا پی من میگرده. واسه چی؟ اومدم ببینم چجوری کینه سالها تو دل یه آدم میمونه و دلش نمیگنده. کدوم کینه بچه؟ چاقو کشی تو فرودگاه. فیلمشو دیدم، دنبال چراشم. چرا نداشت، خودش خواست. پیغوم داده بود شبی که از ژاپن میام یکی تو فرودگاه شهر کنه. شوخی میکنی؟ سیاکاری بود جوون، ولی برای من بهترین فرصت بود برای تلافی. بعد جوری زدمش. حیوان تو همون فرودگاه رضایت داد، همون ماشو بوسه کردیم و خلاص. چرا تو این سالا نپرسیدی ازش؟ داداشش نیستی مگه؟ میگم وقت اعدام شاشیده به خودش از ترس، درسته؟ ای روح داتیش میگیره برزوی نابکار. مادرم میگفت یه کسایی زنگ میزنم به تلفن خونه و بعد بیرا میگم. حقش. میگم بعد سالها انتقام گرفتیم. اینا کیان؟ اینا همونایی هم که منتظر این روزای برزو بودن، همونایی که سال 62 به بعد تو ژاپن کار میکردن. خیلی هاشون هم این آرزو رو با خودشون تو گور بردن. زندون افتادن داداشت این توپ ترکید. اصغر. بله آقا. این چیه؟ بعضی هم دنبال سند و مدرک بودن تا یه طوری برن دنبال قاضی پروندهش. تلفن از جانب اونا بوده، شاید، نمیدونم. سند و مدرک علیه برزو بردن پیش قاضی؟ چه سند و مدرکی؟ با گیرشون بیارو بپرس. من نرفتم، گفتم بیفایده است. الانم میگم بیفایده است. چی بیفایده است؟ انتقام. به همین خاطر هیچ کاری نکردم. فکرم میکردم رفیقش هر طوری از درش میاره، ولی تعجب میکنم هیچ کاری واسش نکرد. برزوی ما و رفیق؟ خبر نداری؟ اسم ابی بومبست رو نشنید حالا؟ ابی بومبست؟ فرودگاه مهرآباد روزی که از وطن رفتیم برای بار دوم دیدم برزو. دفعه اولش پشت در سفارت ژاپن بود. 17 شبانه روز تمام پشت در سفارت ژاپن خوابیدیم تا ویزای کار بیا که اومد. برای چای بیار. تو اون سالا اولین دسته جوانان مرز پرگوهر میرفتن حمالی تو سرزمین سامورایی ها. تو فرودگاه توکیو یه هیولا دیدم. ابی بومبست قاچاقی اومده بود. چه جوری و چه شکلی خدا میدونه. چارشونه، ورزشکار، قوی، عصبانی و بزن بهادر. طوری با داداش چف شده بود که انگار 100 سال هم دیگه رو میشناسن. ابی برای ایرانیا کار جور میکرد، ین میگرفت، حرف میزد، ین میتقید، آدرس بار و بیر و مسترا میداد. مجسمه برزو رو ابی تراشید تو غربت. چرا واسدادی؟ بگی بشین. الان کجاست؟ کی؟ همین ابی بومبست. کی میدونه؟ ما یه دسته شدیم رفتیم میاماتو. سوار قطار توکیو میشی، راست میری طرف خورشید. 30,000 بار که بگی خدای گو خوردم میرسی به میاماتو. من رفته بودم کار کنم و فنون جدیدم یاد بگیرم. کاراتو تو ژاپن غریب‌تر از کشتی تو ایرانه. 3 ماه بعد یه روز صبح عکس برزو رو توی روزنامه محلی دیدم. تحت تعقیب. پیرفاحش‌های ژاپنی رو که دولت کارت سلامتشون رو مرده می‌کرد می‌بردن واسه بچه‌های ایرانی. از ابی خبری نبود. ابی همیشه پشت پرده است. ابی هیچ وقت نیست. حتی یه عکس هم ازش نیست. 300 تا فاحشه مریض رو تو شهرهای کارگری می‌چرخوندن. دست به دست. برزو 6 ماه بعد زندون. اما 3 شب بیشتر نخوابید. ابی بومبست، پلیس ژاپن، معامله. یه سال نشد که با یاکوزا پیوند زدن. مواد از اونا پخش از اینا. هروئین، بنگ، حشیش، شیشه. ایرونی و غیر ایرونی هم براشون فرقی نداشت. یکیش خود من. گفتم برزو، مرهم زخم هموطن تو قربت مروت لا مروت. گفت کدوم وطن؟ کدوم هموطن؟
ایران جنگ بود، نون کم بود، پول نبود. یادم یه سید بچه نازنینی بود، مال طرفهای رشت و انزلی. ما روز آخری که میخواست بیاد وطن، پای پلکون هواپیما تا آخرین ین پولاشو همین برزو ابی بنبست زده بودن. پسره تو تهران دید و فهمید جای مزد 7 سال کارت غربت تو ساکش کاغذ مسترا به جای دونم. دیگه نرفت شهرش، تا صبح تو فرودگاه ماهاش سفید شد. این بعد چند روز تو همین تهران ویرون و سرگردون تو خیابونا میگشت، تا یه شب تو برف و سرما زیر همین برج آزادی جنازه سنگکوب کردش رو پیدا کرد. خدا بیا مرزتت گلنگبین. چیه گلنگبین؟ سید کریم، سید کریم گلنگبین. شنیدم یه خواهر داشت مثل ما، اومده بود تهران دنبال برادره. حالا کجاست و چیکار میکنه خدا میدونه. حالا به این سیاهه اضافه کن غرق شدن دوتا از بچه های جوادیه رو تو چله زمستون، انداختن یه ایرانی و یه پاکستانی تو دیگ مذاب کارخونه پلاستیک سازی. این آدمو کجا میشه پیداش کرد؟ اگه دهنت چفت و بست داشته باشه و چند تا اسکناس درشت بذاری کف دست این بچه، میگم ببرت جایی که شاید بتونی پیداش کنی. اما راجع به این مکان، اگه جونتو دوست داری، شطور دیدی ندیدی؟ اسمت چیه؟ بهم میگن کمال لانکاستر. پسرشی؟ مجاقش کوره، از وقتی یتیم خونه فراری شدم بهم پناه دادم. تو چی؟ حتما خاطر داشته تو خیلی میخوای که افتایی دنبال بدخواش. بنده کفش بستن و سوت دو انگشتی رو اول بار اون یادم داد. به سن سال تو که بودم یه شب چند تا نرلات سر یه دختر میریزن سرم. اگه برزو نرسیده بود تیک بزرگم گوشم. دختره چی شد؟ چند وقت بعدش شد زن برزو. پس اوستان میرب نمیگفت که چی؟ که وقتی پای زنی میومد وسط داشت رحم و حرمت و بیخیال میشد، مثل اینکه تو ژاپن که بوده سر یه دختر چشبادومی با ابی بنبست یه چند وقتی کنتاک بوده. منو اسمو چالی فرستاده، یه مهمونم همرامه. برو رد کارت بچه، امشب مأمور بازاره. مزخرف میگه بیا. خوب کردی؟ میتونی برگردی؟ نه چند روز یه بار همین وسط شرط بندی میلیون میلیون. کسی که ببره کم گیرش نمیاد، اما کسی که بوازه خونش با خودشه. خیلی ها توی این مسابقات بودن. ابی بنبست، داش برزو دلارا، اسمال آقا چارلی. خلاصه که همه یه روزی توی این ریگ مش زدن و مش خوردن. بیا ببینم بچه اینجا بچه پر اینجا بینم
تو لسای محمد نگفتم شما اون روزره مگه نمیدونی هر کسی بدونه بیره در تو وارد اینجا بشه داخل هر کسی نیستم آدم اسپانلاقا چارلی هم نیست اسپانلاقا چارلی هم یه گوساله دیگه تو حق نداشتی بیای اینجا اونم با یه دنگ بدتر از خوده دوست دارم ببینم جلو خود اسپانلاقا چارلی هم اینجوری بال بازمونی میکنی عجب بچه پررویه شیطونه میگه من از چرا نهرلاتا حسابی رو چکم کنن میخندی همه جورش رو پایم کشته مرده مبارزه ببین چوچه قوقولی خونت پای خودتا بله را بیا ببینم بیا بابا بچه بچه پارو رو ببینم کجا مرده میشه به تو ربطی نداره بی دوت و سرخود چجوری بلش میگنی اینجا برو ببینم بس همجا ببینم بیا سلو همجا بس ببینم Thank you.
نگو. اینا جای زخمای دعوای خیابونی نیست. اگه تلفنت پیشت نبود یا اگه زنگ می‌زدم من جواب نمی‌دادم، الان گوشه قبرستون بودی. کجا رفته بودی سیامک؟ نفهم میری. عمرن من اگه کلاهم بیفته یه همچین جایی بر نمی‌دارم. پس دیدی؟ تو کجا شدی دیدی؟ انقدر زدم و خوردم و خوردم و زدم که نگو. سر به سرم می‌ذاری. بچه من به تو پناه آوردم. به تویی که گردن کلفتم رو دیدی گفتی صدات خوبه، مشت محکمم رو دیدی گفتی گوش موسیقیت قویه. من با تو داشت خیلی چیز یادم میرفت، اما تو افتادی تو بازی دزد پلیس، یعنی انداختنت. ببین سیا، این بازی هم مثل بازی های دیگه است، دو طرف توش بازندن و فقط تماشاچیاش برندن. از له شدن آدم ها کیف میکنن. این همین بازی که سرتو داره بودن. ببینم اصلا کی تو رو فرستاد بری اینجا؟ بابا یکی گفت رفیقای داشته اونجا میتونی پیداش کنی. کی؟ همونی که تو فرودگاه برزو حمله کرد، اسمش چارلی. ای آدم اسم بن‌بست حرف میزد، یه نامرد که با هم دستی داشت من بعضی از جوانه ایرانی تو غربت به کسافت کشوندن. عجب آدم هایی پیدا میشن. برزو که میفته زندون یه دز ایرانی هم میره میشه قاضی پرونده ازش شکایت میکنه با سند و مدرک. وکیل میگفت سابقه شرارت، ما که متوجه نشدیم. از خدا رو شکر همه چی روشنه دیگه. آره ولی نه برای من. چرا کسی از این ابی بن‌بست شکایت نکرده؟ عزیز دل من، مگه نمیگی آدم خطرناکیه؟ خب ترسیدن. برزورم وقتی به جرم قتل کردن توی زندان تازه تونستم برن از دستش شکایت کنم، چون دستش زیر ساتور بود. ولی جمال من مطمئنم یه رابطه بین اعدام برزو این ابی بن‌بست باید باشه. سیا جون قربونت برم، داداش گلم، وا بده تو رو، امواتت وا بده. برزو به سزای اعمالش رسیده، پول دزدی هم که برگشته به حسابت. دیگه ول کن، بی خیال شو دیگه، بچسبون به کار و زندگیمون. موسیقیمون عشقه. یه تصنیف قدیمی رو روش کار کردم، پروفشنال. آژانس باید برم خونه مشایخ. حالا چرا اونجا؟ درس موسیقی دارم، پیانو فقط تو خونه مشایخه. او فقط برای درس موسیقی تشریف برین جناب کلایدرمن؟ نه، میرم در حضور مشایخ از دختره تقاضای ازدواج کنم جناب پاواروتی. بله. الو آقای سیامک دلارام؟ بله خودم. من خواهر توها هستم، همون جوانی که برادر شما کشتش. یه موضوعی هست که تلفنی نمیشه گفت. چه موضوعی خانم؟ آتشم میزند غم هجران تو، دل پریشانم و نفیسه بابا دیده گریان تو پسرم. به کجایی شب خاموش من که من از داغ تو سیاه پوشم. سلام. خدا بد نده، تصادف کردی؟ یه جورایی بله. میبینی؟ بین مزار برادر من و برادر شما فاصله زیادی نیست، ولی دنیاشون با هم خیلی فرق داشت. تاها جز 10 نفر اول کنکور ریاضی فیزیک بود، براش از هاروارد پذیرش اومده بود، ولی برزو دلارا خودتون بهتر میدونین کی بود و چی. من ازتون گله‌ای ندارم. نبایدم داشته باشی. برادر جلو زن تاها چاقو رو فرو کرد تو قلبش، فقط به جرم اینکه تاها یقشو گرفته بود که چرا به زنش متلک انداخته. اون دعوای سر نوبت چرخ و فلک هم بهانه بود. ببین خانم، به خدا از زمانی که برزو اعدام شده من یه لحظه هم آرامش نداشتم. حتی پول دیگرم جلو بانک ازم زدن. اون پول که ریخته شد به حسابتون. شما از کجا میدونی؟ خودم ریختم. شما ریختی؟ شاید برای شادی روح برادرم. اون پول مال خودتون بود؟ فقط من و خانوادم نبودیم که میخواستیم اون بره بالای دار. حالا که به خواستتون رسیدین لااقل بگین کیا بودن؟
من نمیشناسمش، فقط میتونم بگم چی ازمون خواستن. آفرین، آفرین. به نظر نمیاد دیگه به معلم احتیاج داشته باشی. اینطور نیست آقای دلارا؟ بله، حق با شماست. اگه بخوام میتونن این هفته دیگه کنسرت بدن. اوه، به شرط که شما هم اسپانسرمون بشین. چرا که نه؟ در راه منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. به به، حالا اگه اجازه بدین ما درس امروزمون رو شروع کنیم. حتما. خب جناب دلارا بفرمایید. خب استاد امروز با چه درسی شروع میکنیم؟ عجیبه. چی؟ از اینکه نتونم مشایخ منو با این غیر قیافه دیدین اصلا تعجب نکردیم. جمال زنگ زد همه چیزو گفت. همه چیزی که نه، یعنی من بهش نگفتم. چیو؟ چرا من نگفتی برزو اسم اگه برادرت شده؟ دوزی جلو بان کار شما بود؟ خب جز برادرت که باید تقاص پس میداد قرار نبود خون از دماغ کسی بریزه. با پولا چی کار کردین؟ جمال همه رو ریخ به حساب زنداداشت. عجب، پس جمال هم جزی از نقشه بوده. ببین کسی قرار نبود این چیزا رو بدونه، ولی وقتی دیدم داری یه بلاهایی سر خودت میاری، سر از جاهایی در میاری که ممکنه جونتو از دست بدی، وقتی اون شب شنیدم هیکل آش و لاشتو آوردن خونه جمال. خود جمال فابریکو چجوری پیداش کردی؟ از طریق مشایخ. قبل از آشنایی با من توی یه سری از این مسابقات بوکس زیرزمینی رفت آمد و شرط بندی میکرده. جمال از اونجا میشناسه. وقتی مشایخ به این پیشنهاد ازدواج داد، گفتم به شرطی باهات ازدواج میکنم که انتقام داداشم از برزو دلارا بگیری. اونم جمال رو به معرفی کرد، گفت جمال فابریک مشتش فیلو از پادر میاره. داشتیم نقشه میکشیدیم که چجوری سرش رو زیر آب کنیم که جمال خبر آورد به جرم کشتن یه جوان گرفتنش. پس رفاقت و همکار شدنش با من باز خاطر این بود که از جریان لحظه به لحظه پرونده برزو خبردار بشه. من ازش خواستم. آها، کیفسنا رو انده پجوه چی؟ اونا آدم های شما بودن؟ آدم های جمال بودن. قرار شد پول دیه رو جلوی بانک بدزدن، ولی من ازش قول گرفتم که چند روز بعد بریزه به حسابت. این همه داستان بود. این همه داستانی که تو میدونی؟ چیز دیگه این نیست سیامک. هست، تو نمیدونی. چی مثلا؟ مثلا اینکه همون روزی که شما پولا رو دزدیدین، شبش مادرم میره ولی یه دم راضی میکنه چند روزی قصاص عقب بندازن. طرف قبول میکنه اما فرداش میزنه زیر حرفش. چرا؟ چون یه ناشناس میاد و سه برابر پول دیگر میده بهشون به شرطی که رضایتشون رو پس بگیرن تا برزو ادام شه. یعنی چی؟ تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ تو فکر کردی تو برزو رو به دار کشیدی؟ نه، کار آدم های دیگه بوده. فقط چیزی که این وسط برای من نامعلوم اینه که برادر من یه رفیقی داشته به اسم ابی بنبست. تو این آدم ها میشناسی؟ نه، کی هست؟ یه هیولا که آدم های مثل برزو انگوش کوچکه اونم نمیشن. این آدم تو مرگ برادر تو چند تای دیگه همونقدر مقصر بوده که برادر من. از کجا معلوم تصمیم خانواده مقتول کار اون نباشه؟ بالاخره اگه برزو زنده میمون خیلی چیزا راجع بهش میدونست که ممکن بود یه روزی به زبون بیاره. من هر طور شده باید این آدمو پیداش کنم. الو جمال. آره اینجاست.
من همه چیزو بهش گفتم. گوشی. سیامک، جمال میخواد باهات حرف بزنه. حرفشم نزن. شب بتونه تو پیدا کردن ابی بنبست کمکمون کنه. بهش بگو ریختشم نمیخوام ببینم. سیامک. اما تو ممکنه بره ازمون شکایت کنه. نگران نباشیم، پای شما رو نمیکشم وسط. این گرگ پیر چله های بدتر از اینم دیده. تا آخرش کنارتم. عمو یه دقیقه صبر کن، هم صدا شما هم یه صبر کن. مامان یه دقیقه میای. چه مامان جا؟ بعد دور اقلن بری برگردی. چه؟ مامان تمومه، برای یه کار کن دایی هم نفهم. خیلی خوب، برو به دایید کمک کن. الو. سلام سفیده، پیام میگفتن این اسباب کشی میکنی، قضیه چیه؟ دیگه آب روی حیثیت برام تو محل باقی نمونده. بچه های همسایم که مدام به پیام مطلک میگن. یه خونه اجاره کردیم نزدیک خونه داداشم اینا داریم میریم. ببین سفیده، من الان برای کار دیگه به زنگ زدم. شماره وکیل رو میخوام، بعد امروز ببینمش. تورید که نشد. خسته نباش، دست درد نکن. قربانت، زنده باشی. شنبه دیگه میبینم. فکر نمی‌کردم بتونی از دست برادرای زنداداشت جون سالم به در ببری. باز خوبه به چند تا کبودی رضایت دادن. اونا مشکلشون چیز دیگه ای بود. مشکل تو چی اومده سراغ من؟ من راجع به داداشم هیچ چیزی نمی‌دونستم، ولی حالا فهمیدم. میخوام ببینم که چرا اینا رو اون موقع ما نگفتیم. مثلا اینکه شاکه دیگه ای هم داشت. یادت باشه من فقط تو قضیه قتل تاها وکیل برادرت بودم. یعنی شما در مورد بقیه شکایت چیزی نمی‌دونی؟ بذار من اون چیزایی که میدونم بهت بگم و تمام. من یه وکیل تسخیری دارم با مسئولیت محدود. اتهامای برادرت هم نامحدود. حکم اعدامش برای همون قتل عمد طه صادر شد. اون اول طه قرار بود اول دیهشون رو بگیرن رضایت بدن، اما بعدش منصرف شدن. چون یه دی رأیشون رو زدن. میخوام بدونم شما اونا رو میشناسی؟ کاش متهم زنده بود. خودش بهتون میگه. چون نه من میدونم، نه میتونم راجع به اشخاص حرف بزنم. فقط چی؟ تو وسایلش که از زندان تحویل گرفتم یه دونه از این لباسای زنانه ژاپنی بود، یه کیمونو. کیمونو؟ یادم برادرتون قبل از اعدامش ادعا میکرد که این یه جور نشونه است، که یعنی میخوان کلکش رو بکنن. کی اونو براش فرستاده بود؟ خودش میگفت این کار زننه. سپیده؟ به هر حال من اون کیمونو رو همراه الباقی وسایل متهم بعد از اعدام تحویل خانمشون دادم. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. یه را که برگردیم ها. دست شما درد نکنه. تو که هلی کتککاری نبودی؟ مادرت دیده به چه روز افتادی؟ بالاخره میگی جریان کیمونو چیه یا نه؟ واقعا راسته که دزدیدن این بانک کار آقا جمال بوده؟ جمال، مهسا، مشایخ. باورم نمیشه. آدم همیشه لگد از کسی میخوره که باورش نمیشه. پس همه اینا زیر سر این دختر مهسا است. ابراز علاقه و محبت هم همه خالی بنده بود، نه؟ اما قاتل واقعی شوهرت احتمالاً یکی دیگه است. یه آدمی به اسم ایبون بس که با ورزو تو ژاپن تا خرخره تو کثافت بودن.
ابی بومبست؟ وکیلی میگو فرستادن که اونو به زندون کار تو بود. من؟ نهاش اینجا قطعی خیلط و پرتاییه که نمیخوام با خودم ببرمشون. این دومین کیمونویه که تو این خونه اومد. اولیش کی بود؟ اولیش این اولیش اینو داداشت برام از ژاپن آورده بود. کلش که گرم میشد رفت بفوشش. کسافت عاشق با این خاطره داشت، مجبورم میگم بپوشم. این برای یه زن ننگه که شوهرش با یه لباس یه زن دیگه رو بهش ترجیح بده. وقتی میخواستی زنشی حرفا چیزی دیگه ای بود. انتخاب دیگه ای نداشتم الا یه جوجه مطرب تیری باقالی که چند سال ازم کوچکتر بود و سر و گوشش هم میجنبید. نه این حرفا نبود. یه طرف قضیه من آسوفاس دیدی و طرف دیگه جیب پرپول برزو رو. نکنی یادت رفته؟ ببین من اونو به تو ترجیح دادم چون بیشتر از تو دوستش داشتم. این اون واقعیتیه که تو هیچ وقت نخواستی بفهمی، هرچند که الان اسمش حالمو به هم بزنه. زندش مایه عذابم بود، مردشم کابوس منو بچه. ای یادت چقدر شوهرم شوهرم میکردی؟ الان میتونی فکر کنی روزگار پیچوندتش. خوبت خرج خیلی یارو میداد. اگر نه برزو هم یه آدم بود مثل بقیه. برزو آدم نبود سیامک، هیچ کدوممون آدم نیستیم. آره به خونه و خانوادش میرسید، ولی یه بار شد از خودمون بپرسیم از کجا میاره خرجمون میکنه. هممون مثل کبک سرمونو کردیم زیر برف، به روی خودمون هم نیفردیم. هممون کرمای یه لجنزاریم سیامک. اون از اون حیوان که به خاطر زودتر سوار چرخ و ولک شدن زد جوون مردم و جلوی تازه عروسش کشت. اون از اون خانواده مقتول که سه برابر پول دیه دهنشون آب انداخت، رضایتشون رو پس گرفت. اون از بابات که ده بار بیشتر بهم گفت صداشو در نیار، بسا ممکنه رضایت ندن، خدا بزرگه بسا پولا جمع شه. اون از آقا جمال فابریک که همه این مدت سر کارمون گذاشته بود. اون از دادش نعمت خودم که اگه شیکم سیر باشه جیبش پر پول، ناموس یادش میره. اینم از من و تو که پولی که تو حسابمون ریختن و به هیچ کس بروز ندادیم سیامک. پسر من بعد وسط همچین آدمایی بزرگ شد فقط یه نفر گفت برزو مادرت. بقیه همه گفتن پول پول. الو. الو سلام، چه خبر؟ ببین فرشته تو خونه تون یه سی دی جا گذاشتم، فیلم اومدن برزو از ژاپن، بعد دوباره ببینمش. خیلی خوب الان راه میرم. آقا برزوی خوش اومدی، بفرما. همیشه نگه. نه ببین میتونی رو اون ویلچریه فیکس کنی. آها خودش باید برم سراغ اسم چارلی. چرا اون؟ شاید اون بدون زنجافونه یکیه و چه رفتی به برزو ایگون بستاره. نمیترسی دوباره یه بلایی مثل دیشب سرت بیا؟ حتی بدتر. میترسم ولی مجبورم. مجبوری؟ همیشه زیر سایه برزو بودم، برای پدرم مادرم سپیده. وقتش از این تاریکی در بیام. صبر کن منم میام. تنهایی برم مکتب. اینه بی بنبست که میگی به اندازه برزو تو مرگ برادر من مقصر بوده، نبوده؟
تو راست راستی میخوایی با مشایخ ازدواج کنی؟ تو پیشنهاد بهتری داری؟ نمیدونم. فرق بین مردای دیروز و امروز همینه، اونا خیلی مطمئن میگن آره یا نه، ولی شماها نمیدونم، شاید، ببینیم چی پیش میاد، احتمالاً. فکر میکنه اگه برادر زنده بود به این وضعیت رضایت میده؟ سید کریم اگه زنده بود داستان من به اینجا نمیکشید. یادم گاهی از ژاپن که برام نامه مینوشت به شوخی میگفت چند تا از دوستای ایرانیشو اونجا واسم نشون کرده. میگفت بچه های ایرانی تو ژاپن آدم های نجیب و زحمت کشی هن. گیریم چند تا نخاله هم توشون. چه خبر شده اونجا؟ تو ماشین بمون. مرکز ماموریت انجام شد، در حال انتقال متهمین هستیم. تمام. پس چی گرفتنشون؟ مواد، مواد فروشی. خیلی آشغالی پسر، گفتم داداشون گور به گور شدم یه آدم فروش میشه مثل خودش. در هیچ زندونی تا الان دست نمیمونه بچه سسون. بیان بیرون عمونه نمیدن. حیف کتک هایی که به خاطر تو خورده. تو آروم سر بابا دست خودم در نه بابا نباشه. میگیرمشون بجو. زود را بیاف. چی شده؟ برو بهت میگم. تو مطمئن این همون آدمه؟ گفتی جمال اجیرش کرده بود. داره خودش که اینجوری میگفت. خونه برات آشنا نیست؟ نه. بریم. کجا؟ Thank you.
همینه. آدم های جمال من آورده بودن اینجا. تو بمون، من میرم توی سر گوشی آب بدم. منم میام. بحث خانم هم که اینجاست. صفا آوردی؟ اومدیم ببینیم شبایی که جواب تلفن نمیدی مهمون کی هستی؟ نمیدونم ما مهمون دنیاییم یا دنیا مهمون ما. کی مهمون کیه؟ آسیا؟ فلان که هرکی برکیه. تو اسمان چاری رو فروختی به پلیس داره؟ یه خیابون که میری نگاه دوره برت بنداز تا فهمت چه آشکالای همسالمون چجوری این همه جوونه دارن میفروشن به خماری و نشگی. تا دستم بود خودم میکشتمش. شما طرفا چیکار میکردی؟ کیمونایی که برای برزو فرستادن زندون، زن ژاپنی تو فرودگاه، مرافع بی بنبست و برزو سر دختر چش بادمی تو ژاپن. گفتم شاید اسمار چارلی راجب اینا چیزایی بدونه. اما انگار اومدن به اینجا کارمون رو راحت تر کرد. دنبال کلید بودیم، رسیدیم به شاه کلید، جناب ابی بنبست. امشب شب تولدشه. این بساطی هم که میبینی راه انداختم به خاطر اینه که نتونستم فامیلاشو از ژاپن دعوت کنم اینجا. من فرستادم برای دار. سه برابر پول دیگه رو من به خانواده مقتول دادم. پولش هم از شرکت تو همین مبارزه کثیف گیرم اومد. چون داشت نامردت عشق من از من دزدید. روم نمیشد بگم عاشقشم. برز رو واسطه کردم که بره باهاش حرف بزنه. اما اون بی‌معرفت طرف واسطه خودش تیکه گرفت. خانواده مقتول آدمای پوردوستی نبودن. دخترش بهم گفت بابام بردم به خونه و شبش که اومد گفت برز رو 10 بار اعدام شه. کجا بردینش؟ چی بهش گفتین؟ فقط اینکه عشق تو دزدید. میتونی بپرسی چی بهش نشون دادید؟ برو مراقب اطراف باش بی بوته. معرفی میکنم. نانا میهایشی بارا. زن داداش سابقت. نانام هایاشیبارا یه معلم ساده‌ای بود توی میاماتو که پدرش یه کارخانه کوچیک رستخ‌سازی داشت. یه سفر رفته بودم تو کیو. وقتی برگشتم دیدم با هم دیگه ازدواج کردن. همونجا بود که می‌خواستم بزنم بکشمش نامردو. اما دیدم نانامی عاشق برزوه و منم عاشق نانامی. دیدم رسم عاشقی نیست. داغ به دل کسی بذارم که دوستش دارم. به خاطر همین شال و کلا کردم که برگردم ایران.
برزو گفت منم میخوام برگردم. بانانامی که عاشق ایران بود داشت هیچ وقت هیچی از من مخفی نمیکرد. اما اونجا فهمیدم مثل این که نه، یه خبراییه. فقط عشق میتونست یه زن رو راضی کنه که بردن شیشه و شابو روی پوست سر و شکمش کار خطرناک نیست. برزو اولین وارد کننده شیشه به ایران بود. کاش هیچ وقت مادرت اینا رو نفهمه. من موهای بلند و قشنگ داشتم. من عاشق موهاش بودم. اما برزوی کثافت موهاشو از ته تراشید و با لاتکس روی سر و شکمش پوست دوم قالب گرفت و شیشه رو زیر جاسازی کرد. تو فرودگاه سنگاپور دیگه نمیتونستم راه برم. ترسیده بود. فلج کامل. همون که رسید مهرآباد برزوی نامرد نانامی رو که دیگه نمیتونست از روی ویلچر بلند بشه سپورت به من و با گاوبندی اسمال چارلی کاری کرد که بازرسی فرود و حواسش پرت بشه و من و نانامی بتونیم همونجا رد بشیم. فردای اون روز اومد سراغم و من تازه فهمیدم که داستان از چه قراره. برزو فقط برای بردن مواد اومده بود. دیگه کاری به این نداشت که این زن بدبخت چطور چند شبان روز اون همه شیشه رو سرش تحمل کرده بود. شیشه همه پیاز موش رو سوزنده بود. برزو دیگه سراغ نانامی نیومد. ازم خواست که یه جوری دیپورتش کنم ژاپن، اما من نمیتونستم. محبتش حالم رو عوض کرده بود. ازش خواستم همینجا پیشم بمونه. نانامی اینجا رو دوست داره، اما از برزو متنفره. برای همینم آرزوی برگشت به ژاپن رو با کیفر برزو تاخت زد. الان 10 سال روی این ویلچره. از اعدام برزو چند وقتی نیست که داره میگذره، اما حالش کمی بهتر شده. پاش داره تکون میخوره. اگه خوب نگاه کنی میبینی موهای سرش هم کم کم داره در میاد. میبینی بچه، حس انتقام آدم رو زنده میکنه. اما باعث نابودی گناه و مسبب گناه نمیشه. تو پهلو حرف میزنی جوجه. خیلی خوب، سر راستش میکنم. تو بازی دادن و سر کار گذاشتن آدم ها تو دست کمی از برزو دلارا نداشتی. به قول اسمار چارلی مجسمه برزو رو تو غربت ابی بومبست درشید. این زن بیچاره میدونه تو ژاپن چه کثافت کاریایی کردی؟ نانامی به حد کافی اذیت شده. اون کثافتی که میگی تو همون ژاپن دفنش کردم. دیگه حتی نمیخوام ثانیه‌ای بهش فکر کنم. دیگه نمیشناسمش. عشق نانامی منو به خودم آورد. اصلا میفهمی عشق چیه؟ آره، عشق فرشته رحمته. اما قاضی خوبی نیست. بدبختی ما آدم‌ها اینه که هیچ وقت نمیخوای مسئولیت گندایی که تو گذشته زدیم به گردن بگیری. اونا در باید کی حرف می زدن؟ چیزی نیست. من با یه آدم دیگه اشتباه گرفتم. حالا کجا با این عجله؟ میرم دنبال زندگیم، موسیقیم، درسم، خانواده‌ام. دیگه با مرده‌ها کاری ندارم. ولی رفیق، اگه تو این شبا تو خواب و کابوس دبی بومبست اومد سراغت بهش بگو برزو دلارا با مرگش تقاص گناه‌هاشو داد. تو چجوری میخوای تقاص بدی؟ ولی من از حقم نمیگذرم. تو ماجرای مرگ برادرم برزو همونقدر مقصری که تو. میرم سراغ اون قانونی که اونو کشید بالای دار، ببینم با تو میخواد چی کار کنه. حق نداری پاتو از اینجا بذاری بیرون. عقب جلال، برزو رو کشیدی بالای دار، اسمار چالی رو کردی تو زندون. با من مهسا میخوای چی کار کنی؟ برو کنار سیامک، برو کنار. دلش کن عوضی، برو کنار. اون روی برو برو. من دیگه بی نیستم، من دیگه بی نیستم، من دیگه بی بمبست نیستم، من دیگه بی بمبست نیستم. دلم میخواست زندگی ما از نو بسازم با عشق نانمی، ساز تو، صدای خودم، اما نشد که بشه.
پشت درام سر میزنه،